سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته، عباس به روایت عباس، مستندی درباره عباس عطار، عکاس برجسته ایرانی. سیری در جهان قهرمانان چارلز دیکنز. در کارگاه رها رئیس نیا، هنرمند ساکن نیویورک. این هفته در تلویزیون فارسی بی بی سی مستند جالبی پخش میشه درباره عباس عطار، عکاس به نام ایرانی که 2 سال پیش در اثر ابتلا به بیماری سرطان در 74 سالگی درگذشت. عباس عطار که به نام کوچک شناخته میشه، عضو تاثیرگذار آژانس عکاسی مگنوم بود که در طول زندگی حرفه‌ایش از رخدادهای مهمی در جهان عکس‌های به یاد ماندنی گرفت. عباس a photographié le monde pendant 60 ans. Il a été témoin de tous les grands événements historiques de notre temps. Fasciné par son regard singulier et son parcours, je lui propose de réaliser un film sur son travail. Il m'a répondu que c'était trop tôt. Il a toujours refusé qu'on le filme. Il m'a dit, ce genre de film, on le fait juste avant de mourir. 20 ans passent. Abbas me dit, si tu veux toujours faire ce film, c'est le moment. Il nous reste très peu de temps. Trouve rapidement ton équipe et on commence. Abbas. Bye Abbas. کامی پاکدل، سازنده این مستند، از پاریس مهمان تماشاست. ظاهراً در آخرین هفته‌های زندگی عباس فیلمبرداری را انجام دادید. ممکنه درباره این شرایط منحصر به فرد توضیح بدین؟ عباس مریض بود ولی هیچ وقت در مورد مریضیش صحبت نکرد. به هیچ وجه خیلی کلاً در مورد زندگی شخصیش هیچ وقت صحبت نمی‌کرد عباس. ولی خب من میدونستم مریضه. شاید 6 یا 7 ماه بود که ازش خبری نداشتم. شنیدم که عباس داره روی همون کتاب مونوگرافیش کار میکنه، اون کتاب کاملش داره کار میکنه که من فهم و دیگه سفرم نمیکنه. و من متوجه شدم که شاید الان شاید اتفاقی افتاده که باید الان دوباره در مورد اون فیلم با عباس صحبت کنیم. و عباس من گفت ببین کامی، من به تو هیچ وقت نه نگفته بودم در مورد اون فیلم. به تو همیشه گفتم وقتش نیست، ولی الان وقتشه. اگه هنوز میخوای این فیلم بسازی الان باید ساخت، ولی بدون که خیلی وقت کمه. چالش‌های ساخت این فیلم تو این شرایط چی بود؟ برای من واقعا 2 چیز خیلی مهم بود و خیلی سخت بود. یکی این که از نظر زمان واقعا من نمیدونستم چقدر وقت داریم و باید خیلی سریع یک تیم خیلی پروفشنال دور خودم جمع میکردم که این فیلمو شروع کنیم. یک چالش دیگه که خیلی مهم و سخت بود این بود که چجوری میخوایم داستانو با عباس تعریف کنیم. چون من واقعا نمیخواستم که به عنوان یه دونه ژورنالیست و یا به عنوان یه دونه اسپشیالیست بیام اونجا با عباس سوال کنم و به عنوان یه رپورتاج شروع کنیم. دارم میخواست که عباس باشه که تصمیم بگیره چجوری میخواد زندگیشو برای ما تعریف کنه. Je suis devenu vraiment photographe en 1968. Quand je vois cette photo, là, je sais que je serai photographe. Parce que toute mon esthétique future est là. C'est ce que j'appelle le moment suspendu. C'est-à-dire que je ne gèle pas une situation, je la suspends. Je veux donner l'impression que les gens que j'ai photographiés ont continué à faire ce qu'ils faisaient avant que je les photographie. خیلی جالب بود برای من. عباس اصلا نمیخواست که عکسای خیلی معروفش توی فیلم باشه و عکسای خیلی معروفش هم واقعا توی فیلم نیست. ممکنه چندین عکس رو توی فیلم ببینین و بشناسین، ولی معروفترین عکساش که دور دنیا رو زدن و روی کاورهای مجلات و کتاب بوده عباس نخواست بذاره. به قول خودش میگفت نمیخوام بست شاتامو توی فیلم بذارم و بگم من پشت این عکس بودم، این عکس من. اصلا براش جالب نبود.
خیلی دلش میخواست که فیلم یک چیز خیلی کاملی باشه، از تمام زندگیش تقریبا، از کجا شروع کرده و به کجا رسیده و از تمام این کشورهایی که عکاسی کرده و از تمام اتفاقات مهم دنیا که عکاسی کرده حرف بزنه. ولی این امکان پذیر نبود، اصلا همچین چیزی نمیتونست، همچین وقتی ما نداشتیم. و به خاطر همین باعث شد که باید من براش یه چارچوبی براش انتخاب میکردم برای عباس، و در این حال عباس بتونه تو اون چارچوب تمام کنترل داشته باشه و تصمیم گیری کنه. عباسی که داره زندگی و سوژه ها رو انتخاب میکنه. به خاطر همین هم هست فیلم، اسم فیلم هست عباس بای عباس. C'était avant la victoire de la révolution et on voit une femme qui est lapidée parce que les militants croient que c'est une supporter du chat. Bon, je me souviens très bien encore une fois, ils étaient en train de courir comme ça et moi je courais en reculant, je faisais des photos en même temps, il y a toujours quelqu'un pour dire Aksnagir, fais pas de photos. Et moi je répondais en farsi, Imbaray tarikh hast, c'est pour l'histoire. Une telle chose dans ce film, c'est que یک مرد 75 ساله، 74 ساله، وقتی 60 سال، چون عباس از 15 سالگی به عکاسی شروع کرده بود، بعد از 60 سال که دور دنیا رو زده و بزرگترین فاجعه های دنیا رو دیده، بدترین جنگ های دنیا رو دیده، بهترین و زشترین اتفاقات دنیا رو دیده، وقتی به آخر جاده میرسه دلش میخواد چی رو با ما تقسیم کنه. این برای من خیلی جذابتر بود تا اینکه بخوایم طبقه به طبقه جلو بریم. و بهش گفتم عباس ازت خواهش میکنم 10 تا تم انتخاب کن و خودت هم انتخاب کن، 10 تا تم که برای تو شخصا مهم باشن، 10 تا تم که شاید زیاد در موردش صحبت نکرده باشی، و برای هر تمی 10 تا عکس بیشتر انتخاب نکنیم. این خیلی کار سخت بود برای عباس، چون فکر میکنید بعد از 60 سال عکاسی 10 تا عکس برای هر تم، خب خیلی کار سخته. ولی این بازی رو کرد عباس. Clap. Yeah. C'est toi qui donne le clap. Tu dis action. Rappelle-nous le titre aussi. La douleur, donc. مستند عباس به روایت عباس اولین بار دوشنبه 3 آذر ماه ساعت 9 شب به وقت تهران پخش میشه. جدول بازپخش‌های مستند رو میتونید در تلگرام و اینستاگرام بی بی سی فارسی ببینید. چارلز دیکنز نویسنده برجسته انگلیسی برای فارسی زبانان نام آشناییه. خیلی از آثارش به فارسی ترجمه شدن و خواننده های زیادی هم دارن. در این حال از اونجا که آثار دیکنز بارها به تصویر کشیده شدن، خیلی ها به خصوص بچه ها با انیمیشن، فیلم و سریال با آثار دیکنز آشنا شدند. تماشا به مناسبت 150مین سال مرگ چارلز دیکنز با برایان ماری، استاد ادبیات دانشگاه کینگز کالج لندن صحبت کرده. یکی از نکات جالب درباره چارلز دیکنز اینه که از همون اول خودش رو به عنوان نویسنده‌ای منحصر به فرد و تقلید ناپذیر جا انداخت. از ویژگی کارهای دیکنز یکی اینه که اتفاقات روزمره رو به شکلی غریب و فراواقعی جلوه میده. رد شخصیت‌های دیکنز رو میتونیم در اطرافیانش پیدا کنیم. ایده خیلی از شخصیت‌هاشو از اقوام و دوستانش گرفته. و این به اون خاطری که چون مدتی به عنوان خبرنگار از دادگاه و مجلس گزارش تهیه می‌کرد، یاد گرفته بود که خیلی دقیق به اطرافش و به آدم‌ها نگاه کنه. و اون وقت با قدرت تخیلش از این اشخاص واقعی برای داستان‌هاش یک شخصیت جدید بسازه. معمولا روی یک دو تا از ویژگی های اون فرد تاکید میکنه و این ویژگی ها رو به شکلی قلوف شده نشون میده. اگه دقت کنین شخصیت های داستان هاش اغلب تکی کلام های خاص یا رفتار های خاص دارن،
اون بخشهایی از واقعیت رو میگرفت و خاصیتی تخیلی و قلوف شده بهش میداد. Dickens had different approaches to different novels and he has various چارلز دیکنز در دوره‌های مختلف به سبک‌های متفاوتی نوشته. مثلا اوایل داستان‌های اپیزودیک کمدی می‌نوشت. بعد کم کم رمان‌های جدی‌تری مثل اولیور تویست نوشت. اولیور تویست اولین رمان دیکنز که به مشکلات و مسائل اجتماعی می‌پردازه و ماجراهای تلخی داره و اولین تجربه کار رئالیستی دیکنز. اثری که به خاطر واقع‌گرایی‌اش در نشون دادن مجرمین، رسوبیگری و خشونت بسیار در زمان خودش جنجالی شد. اما رمان مورد علاقه من دیوید کاپرفیلده، چون مجموعه ای از همه سبک‌هاشه. ترکیب خوبی از طنز و تلخی و میشه گفت که به نوعی زندگی نامه خودشه. دیکنز از طبقه متوسط جامعه بود. پدرش کارمند یکی از ادارات نیروی دریایی بود، ولی بلد نبود دخل و خرجش رو با هم یکی کنه. برای همین خانوادش اغلب فقیر بود و مرتب مجبور بودن برای فرار از دست صاحب خونه و طلبکار جابجا بشن. وقتی چارلز 12 ساله بود، پدرش به خاطر مغروض بودن به زندان میفته و چارلز مجبور میشه مدرسه رو برای مدتی ول کنه و در یک کارخونه مشغول به کار بشه. دیکنز هیچ وقت با این اتفاق کنار نیومد و این موضوع روش تأثیر زیادی گذاشت. از جمله تم‌های تکرار شونده در آثار دیکنز، یکی تصویری که از کودکی ترسیم می‌کنه، مخصوصاً کودکی از دست رفته و بچه‌ای که حق بچگی کردن ازش سلب شده. دیکنز از اولین نویسندگانی که از زاویه دید بچه‌ها رمان نوشته. تم دیگه نقد سیستم‌های اجتماعی قدیمی و لزوم تغییر اونهاست. جورج اورول درباره دیکنز گفته که اون با شدت و حدت کم نظیری به بنیادهای جامعه انگلیس حمله کرده، اما هیچ وقت نگفته که خوب چی جایگزینش بشه. که خب حرف درستیه، دیکنز منتقد بود اما فکر آرمانی و طرح و برنامه‌ای برای تغییر نداشت. اصلا مسئلهش پیدا کردن جایگزین نبود و حتی از فکر انقلاب و شورش و شلوغی هم واهمه داشت. ولی معمولاً آثار بزرگ هنری قرار نیست برای جامعه یا جهان راهکار پیشنهاد کنند. رمان نباید به بیانیه تبدیل بشه و نصیحت کنه. حالا با اینکه دیکنز در آثارش وارد مسائل سیاسی و آرمان‌های اجتماعی نمیشه، ولی در عمل به کارهای خیریه پرداخته و اقدامات مثبتی برای جامعه انجام داده که یکی از مهمترین اونها خانه‌ای بود که با همکاری دوست میلیونرش آنجلا بردت کوت برای زنان طرد شده از جامعه، زنانی که بدکار خونده می شدن و جایی در جامعه نداشتن، تأسیس کرد. برعکس تفکر اون دوران، دیکنز معتقد بود که با ایجاد موقعیت این زنان می تونن زندگیشون رو از نو شروع کنند. البته که این زنان به جامعه انگلیس بر نمی گشتن و دیکنز اونها رو به عنوان ساکنین جدید مستعمرات بریتانیا به اونجاها می فرستاد. ولی به هر حال سالهای زیادی این سازمان خیریه رو اداره می کرد. مامان حتما برات خطر داره. بس برم. نباید زیاد خشونت نشون بدی. تأثیر آثار دیکنز رو میشه در سینما به خوبی دید. فیلمساز بزرگ روس سرگئی آیزنشتاین مشخصا گفته که دیکنز الهام بخش نگاهش به مونتاژ و روش خلق طرح داستان فیلم بوده. اگه ما یه بار دیگه با ذهن سینمایی آثار دیکنز رو بخونیم، تکنیک‌های سینمایی رو توش می‌بینیم. کات‌ها رو می‌بینیم. اون خیلی سریع از یه فضا به فضای دیگه میره. وسایل نقلیه رو در سطح شهر دنبال میکنه، با چیزا حرکت میکنه، یه دورنما رو تشریح میکنه و ناگهان زوم میکنه روی یک شی. و اگه برگردیم به کارهای اولیش که اپیزودیک بود، میبینیم که الگوی سریالهای امروزیه و برای همین راحت میشه از کارهای سریال ساخت، چون داستانهاش از داستانکهای کوچیکی تشکیل شده که هر کدوم اوج و فرود و آغاز و میانه و پایان خودشونو دارن. Repeated over and over again, and these multiple cliffhangers and climaxes. قطعه‌ای که انتخاب کردم تا براتون بخونم از اولین صفحه رمان آرزوهای بزرگه که در سال 1860 نوشته. این پاراگراف به خوبی رابطه دیکنز با رئالیسم رو نشون میده. اینکه چطور از اتفاقات عادی و روزمره تصویری غریب می‌سازه. در ضمن مهارتش رو در نگاه کردن به جهان از زاویه دیده یک کودک نشون میده. و نکته دیگه اینه که
پاراگراف مضمون تلخی داره، ولی دیکنز اون رو با طنز و تمسخر تصویر کرده. آرزوهای بزرگ اینجوری شروع میشه که پسر بچه‌ای به نام پیپ بر مزار مادر و پدر و پنج برادر مردش نشسته، که خب این لحظه تلخیه، ولی دیکنز اینطور می‌نویسه: چون هرگز پدر یا مادرم و همچنین تصویر هیچیکی از اونها رو ندیده بودم، زیرا زمان زندگیشان خیلی پیش از دوران عکاسی بود، اولین تصوراتم درباره این که آنها به چه شبیه بودند به طرز نامعقولی از سنگ قبرشان حاصل شد. شکل حروفی که روی سنگ قبر پدرم حک شده بود در من این تصور عجیب را برانگیخت که او مردی چهارشانه، تنومند، سیاه چرده و سیاه موی بوده و از وضع و ریخت کتیبه جورجیانا زوجه شخص فوق، این نتیجه بچگانه را گرفتم که مادرم زنی علیل و ناتوان و دارای صورت ککمکی بوده است. آن پنج سنگ کوچک هم که در ردیفی مرتب کنار قبر پدر و مادرم چیده شده و یاد بود پنج برادرم بود که خیلی زود از مبارزه و تقلا برای حیات دست کشیده بودند، مرا به عقیده‌ای که در نهایت خوشدلی در خاطر پرورده بودم معتقد ساخته بود. اینکه برادرانم از پشت و در حالی که دستهایشان در جیب شلوارشان بود به دنیا آمده بودند و در طول زندگی هم هیچگاه دستهایشان را از جیب بیرون نیاورده بودند. رها رئیس‌نیا هنرمند شناخته شده ایرانی ساکن نیویورک که در کاراش طراحی، نقاشی، چیدمان، ویدیو و هنر اجرا رو با هم ترکیب میکنه. کار رئیس‌نیا وامدار سینمای تجربیه و توجهش به فضا و معماری سبب شده که یک هنرمند میان رشته‌ای قلمداد بشه. اون بر روی نگاتیف‌های فیلم‌هاش نقاشی می‌کنه و هنگام نمایش فیلم‌هاش با دستکاری لنز دستگاه آپارات در روند نمایش فیلم دست می‌بره و از این راه ویدیو و اجرا رو با هم ترکیب می‌کنه. تماشا این هفته سری زده به کارگاه رها رئیس‌نیا در نیویورک. کلن تمام کارام میتونم بگم که ربط داده میشه به یه شاخه از سینما به اسم Expanded سینما که در سال 1960 شروع شد، که برعکس سینماییه که داستانیه یا توی سالن سینماست. Expanded سینما که به فارسی میشه سینمایی که توسعه داده شده، یعنی تمام عناصر ساختاریش توسعه داده شده. فضا، اکوستیکی که در فضا وجود داره، صدا، موسیقی، پروژکتور، پرده‌ای که روش تصویر میاد، که حتما نباید پرده سینمایی باشه، میتونه یه مجسمه باشه یا از جنس‌های مختلف، که برعکس سینماییه که داستانیه یا توی سالن سینماست. کارم بیشتر با نقاشی، طراحی، اجرای فیلم و اینستالیشن هست و میتونم بگم که تمام این میدیوم ها یه پیوستگی خاصی دارن. توی کارهای فیلم هم خیلی مهمه اینه که من میتونم به صورت خیلی مستقیم با فیلم کار کنم، چون یه جنسیه که من میتونم لمس کنم، میتونم ببرمش و تیکه‌هایی که میتونم به سلاید در بیارم و جداگانه نشون بدم با فیلمی که درش حرکت هست یه شکلی رو در بیارم.
خود دوربین میتونه شبیه باشه با یه مداد یا قلمو که من میتونم به حرکتش بیاندازم و یه جور خیلی مستقیم یه تصویری رو بگیرم. متریال فیلم باش کار میکنم و یه متریالی و یه تکنیک آنالوگ هست برام خیلی مهمه، چون من با ویدیو نمیتونم این کار رو بکنم. فیلم داره یه دوره خاصی رو میذارونه که یه جوری به نظر میاد که داره از بین میره، ولی دیجیتال هیچ وقت نمیتونه جاگزین آنالوگ بشه. با اینکه به نظر میاد فیلم داره دیگه از بین میره، ولی یه خصوصیت خیلی خاصی داره که کاملا با ویدیو و با تکنولوژی دیجیتال فرق داره، برای اینکه یک واقعیتی درش هست. تصویرهای دیجیتال یه تقلیدی از فیلم. میتونم بگم که پروژکتورام مثل سازهای موسیقی من هستن که من اینا رو باشون مینوازم. وقتی که اجرا میکنم معمولاً از چند تا پروژکتور استفاده میکنم و تمام پروژکتورها رو قبلش روشون کار میکنم با دست. پرده‌ای که در کارهای اخیرم دارم روش کار میکنم دو لایه داره. لایه پشتی یه نقاشیه که روی پارچه کردم با رنگ و روغن سیاه و نور که بهش میخوره جای مختلفش براقه و بر نور عوض میشه. فکر میکنم که یه جوری رنگ مانع دید من میشه وقتی که بیشتر توجه هم به فضاست و به شکلای هندسیه. هندسیه که میتونم بگم یه جوری رها شده و از هرج و مرج یه نظمی رو به وجود میاره. میتونم بگم که من یه هنرمند کاملا انتزاعی هستم یا کارام یه جوری به طور کلی انتزاعیه، به خاطر اینکه همیشه ربط داره به انسان. برای همینه میتونم بگم که من یه هنرمند رومانتیک هستم. برنامه این هفته هم تموم شد. ممنون که بیننده ما بودید. مثل همیشه یادآوری میکنم که تماشا رو دوباره میتونید روی وبسایت و یوتیوب بی بی سی فارسی ببینید و گزارش هاش رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.